سلام، امروز دومین روزه و دومین شبه و نوبت منه، روز منه. میریم برای خرید. سلام، حال شما چطوره؟ خوبین؟ من یه مقدار ماهیچه میخواستم. آره یه مقدار دیگه خرید داریم که این خریدا مربوط چیزای دیگه میشه، مثل توت فرنگی که باید حتما بگیرم، نون، اینا تو لیستمه، زردچوبه و این خورده ریزا دیگه. حالا میریم با هم دیگه میخریم و میبینیم. دستون درد نکنه. خیلی ممنونم. متشکرم. مرسی. سلام علیکم. خسته نباشید. من چند تا سینه مرغ می‌خواستم. نه بدون استخون. مرسی. یه ظرف آره اونقدر باشه. خب از اونجایی که من فکر میکنم وقتی آدم باقالی پلو درست میکنه ماهیچه خیلی چیز خوبیه، اما همراهش اگه آب مرغ توش باشه یه طعم خاصی میگیره. من همیشه باقالی پلو رو با ماهیچه، یعنی به حالا گوشت قرمز و مرغ درست میکنم، یعنی مخلوطی از این دوتا فراورده. ممنونم، مرسی، متشکرم. یه چند تا دونه نون هم برداریم برای پیش غذامون. سلام علیکم، حال شما خوبی؟ سلام علیکم. خب من فهم کنم توت فرنگی ها، توت فرنگی ها خوبیه. سالمه. گردو خیلی گردو شده. چیکار کنیم؟ بخریم؟ نخریم؟ نمیخریم چون واقعا گردو. بفهمه. مرسی. بعد هم میریم این پولو اینا رو ضد عفونی میکنیم. مرسی، متشکرم، خداحافظ. بله گفتم این ماست خیلی خوبی، مال بروجرده، ولایت عزیز من. البته من اونجا به دنیا نیومدم، من تهران به دنیا آمدم و بقیه خواهر برادرم، ولی پدر مادرم مال اونجا هستم و خیلی براتون شاید عجیب باشه که هیچ کدوم لهجه‌ای رو که من یاد گرفتم اونا خیلی خوب بلد نبودن، چون از سن خیلی کم اومده بودن تهران و منی که تهران بودم شاید به خاطر اینکه حالا بازیگری رو انتخاب کردم و بازیگر شدم خیلی دوست داشتم که لهجه های مختلف، گویش های مختلف، مال اقوام مختلف رو یاد بگیرم. بنابراین از اقوامم یاد گرفتم اینا. یه ماسوخیار جانانه درست کنیم برای دوستان. بله داشتم میگفتم خلاصه که من بازیگری رو انتخاب کردم، ولی انتخاب واقعی خودم نبود. واقعیتش اینکه کسی منو معرفی کرد به دوستانی که خیلی با هم ارتباط نزدیک داشتیم، ارتباطات خانوادگی داشتیم و رفت آمد داشتیم. اینا تو این ارتباط های رفت آمد و چه میدونم با بچه و اینا که بودیم گفتم تو چقدر استعداد داری به نظر ما واسه بازیگری. از اونجا شد که شروع شد که من کارم سخت شد. چجوری کارم سخت شد؟ اینجوری که خیلی 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 دوره های سختی رو گذروندم. یعنی میرفتم توی کوه روی صدام کار میکردم، حالا اشعار حافظ و سعدی و اینا رو میخوندم، بر صورت روی بدن کار میکردم، ورزش خیلی میکردم و همه اینا باعث شد که من اولین کارم برم جلوی دوربین و اون اولی چی بود؟ چیز کار آقای
بهمن زرینپور، گالش های مادر بزرگ. یعنی یه دونه کارمند سریال، خدا رحمت کنه، جناب حسین پناهی نازنین رو که با همین کار رو شروع کردیم و من پارتنر ایشون بودم. فکر کنم 3 تا سکانس در نقش زن همسایه بازی کردم. از اونجا شد که گفتن که آفرین، کارت خوب بود و من خیلی تشویق شدم. این که حالا یه ماسه خیار ما درست کنیم با یه سبزی بسیار عالی که سوسن انبره و می‌خوایم که دوستان بهم نمره‌ای خوب بدن. هممون دنبال نمره ایم، نمیدونم چرا. من قبل از اینکه اصلا بازیگر بشم توی آزمایشگاه کار میکردم، آزمایشگاه طبی. من اکثر چیزایی رو که یاد گرفتم و توش کار کردم و شاید کمکم تا یه حدودی 50 توش موفق شدم، تماما تجربه بوده. یعنی فکر کنید یه آزمایشگاه طبی که باید کاملا علمی باشه، من اون رو به صورت تجربی یاد گرفتم. آشپزی یکی از عشقای منه. یادمه وقتی که از سر کار می اومدم، دو تا بچه کوچیک و هنوز لباسامو در نیاورده، حالا هم احساس مسئولیت میکردم از اینکه نبودم خونه، سر کار بودم، بچه‌ها تو خونه و اینا، سری می اومدم آشپزی میکردم، غذاشون رو میپختم که خیالم راحت بشه برای شب و برای فردا غذا دارن. دختر من کار قنادیش درجه 1ه و من اینو از اون یاد گرفتم. خیلی خیلی خوشمزه. میخوام رولت درست کنم. آردو میریزیم تو زرده. بله، بیکینگ پودرمونم یه قاشق، یه قاشق مربا خوری میریزیم. اینم میریزیم. خب سفیده تخم‌مرغ رو میزنیم. این خیلی خوشگل میشه. چرا خوشگل میشه؟ چون شبیه خامه میشه، سفت میشه، سفید میشه، از این حالت این بیشتر میاد. خانم گودرزی، من میدونم که آوا خیلی خفنه تو داستان دسر و شیرینی و کیک و این قرتی بازی ها. هر چقدر بگی خودت درست کردی من باور نمی کنم، مگر اینکه بگی میزنمت. اگه بخوای بزنی این مونچکه رو دوباره بخورم، میگم آره خودت درست کردی. ولی واقعا اشکالی نداره اگه آوا درست کرده باشه دیگه، من که امتیاز میدم، ازت میترسم. این شیرینی امشب رو آیا آوا درست کرده یا اینکه خود گیتیجون درست کرده؟ ولی مطمئن باشید که من تاوتوشو در میارم. ببین استاد اومدن، اما دلیل نمیشه که فکر کنین که ایشون پخته ها. خودتون دیدین خودم پختم، ایشون اومدن نظاره کنن. همه جاش رو روغن میزنم. نه نه پرت نکن. چشم پرت نکن. جانم غذای شهره سلطانی، این غذاش هم به من چه میخواست گیاهخوار نشه. انجام دادی؟ زن. خب میذاریمش توی فری که قبلا داغ کردیم و اینه نون رولت ما. خامرم که دیدین زدیم. وای 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 چه شود چه شود. خب وقتی که از سوفر در بردیم این چیزو، خمیرشو که در حقیقت الان شده نون،
بعد بندازیمش حتما روی یه پارچه شسته شده. پارچه شسته شده از نباید تمیزی کسی که اون که به جای خود. پارچه ها معمولا وقتی ما میگیریم نو هم هست یه پرزی دارن. وقتی میشورین اون پرزا از بین میره. یه فوت دیگه بهتون یاد دادم. میشورین بعد میندازین روی این پارچه شسته شده. دختر من الان حکم دستیار رو دارن، دارن در میارن. اینو از توی سینی بر. مرحله شه ذره مرحله دشواریه. فکر کنم باید بیارم نه؟ چیزو عجله نکن، عجله نکن. خامش رو بیارم ها؟ اون یکی دست که بیارم؟ بله، بله، بله. نه، ام نداره. سالم در میاد یا ها؟ هیچ اشکال نداره. خودی هن، همه خودی هن. برو برم. داغه. ام نداره، بیارم. نمیبری؟ نه، نمیتونم ببرم. خب دستم بسوزه. میخوایی دست من بسوزونی؟ خب اینو میتونم در بیارم. رولت رو بعد از این وری بپیچیم چون خیلی جمع شد. ببینم از این وری بپیچیم. ما چهار نفر بیشتر نیستیم. یه پولیتیک هایی در شیرینی پزی هست برای اینکه متوجه نشن یه کارهایی میکنیم. نه اصولا باید دو سرش رو زد. اصولا میزنن وقتی نمیزنیم که مرتب دیگه. الان مرتب بله عزیزم بله. یا من منتظرم که دوستانم بیان یه شامی بهشون بدم بخورن. یه چی به من گفتن که یه تمی داری. تم نمیدونم چیه اما فکر کنم این چیه که من گفتن یعنی اینکه من یه لباسی بپوشم که بقیه هم این هم نبپوشم یا اینکه من مثلا لوری حرف میزنم پیره و بقیه هم بیا حرف بزنه. حالا یا لوری یا یه چی دیگه دیگه نشسته این کارمو کرده که دیگه بیان یه شام بهش اومدن بخودن یه شام خوشمزه دست بختم بعد نه فکر فامیلا که خوب تعریف میکنن اینه که بینیم شیمان اینا خوبه بعد چشم انتظارشون. براش کادو آوردم شوقاتی دهمون آوردم خوشش بیاد. نمیدونم چرا نمیاد دیر شیه ساعت چنیا آمو سلام علیکم. کجا میری؟ کجا میری؟ سلام علیکم. قربونت برم. چی دوست داری بیا با؟ بیا بیا بیا. اولا. ایلا. اینا میشنی. نه اولا. رو اولا. یه چی آوردن؟ یه عالمه برای شوقاتی هست. شوقات لازم نبیم. میدونم خواستم شیرینی کنم. خواستم شیرینی کنم. اینو پیدا کردم. واسه. من سب کن. یه لیوان آبی سید بیاره.
میخوام اونا نبینم، اون یکی رو نبینم. هیچ که هنوز نیامی افکی؟ خودم بخدامه یه روشی لوردم، یعنی همون سیفی چی پیستر رو کشم کشکم نه، روشوره، روشوره آره خیلی خوبه. خیلی وقت این شیاد یه اینجا پیدا نما آنه ما گفتیم پیدا آره ولی دیگه یه چیز دیگه هم برات آوردم که دیگه من چی خصیص بیدم آره این چیگه پیشنگه مال دوستان خونه پیشنگه این چی بالم دش؟ این با کن بریم با کن بریم این دوست نداری؟ خودم برمیدارم نمیدم شیه نمیدم شیه نمیدم این از چی دوست داشته بود بیداریم از چایی بی خواه یه باش با شنگه آمونه چایی ای چیا که تو کیسه اینم باید تاییش این خیلی مهمه این خیلی ببین بیزه تو گلاب آره بیزه تو گلاب خب بعد اینجوری بذار یک شبانه روز بمونه بعد همجوری بمال به صورت شبانه روز سفید میشی جوش نمیزنی پوستت خیلی خوب میشه بس بعد نکن زنگ زدن زنگ زدن آمدن آمدن علمش این زیر کن هشتمش آمش وای 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 بار بیزنه قرمز هم داره بفرما بفرما سلام سلام علیکم به 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 خوش حالت چطوره خوبی به 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 سلام بفرما او بالا حال شما خوبی حال شما او بالا چجوری ما همه با هم جان بمون سر چشم من بفرمایی کجا بشینم اینجا هر جا دوست دارید چه نظام فکری هم دارم شما خوبی حال شما ای زنگ نزد چی ببین من هم گوشام کیسه این نفر آخر نفر آخر حافظم خیلی خوبه سلام علیکم خدا بدت رولا چیشی هم جل زدم تازه اومدم جل چی هم میزنم برای جوان سازی رولا خوبه خدا ببخشی دکترم با چه تکون نخورم خب خیلی تکون نده پس جل زدم آخه جل تو این سن و سال شعور جو میبینی من اصلا اهل تزریق و اینا نیستم نه شما گیاه آره گیاه خور شدی عزیزم سال هاست که گیاه خورم مگه شما نمیدونی نه فکر خیلی ساله برای همین اینقدر ماشال و جوان بودن والا به خدا شما چرا با این حالت من میابردم نه نه شما پیل میشی شما دست به هیچی نجن آخه به من گفته فقط چیز یخ بخورم خب حالا اجازه بدین من یه هدیه خیلی خیلی خوب از همون سفری که بودم هواپیما نشست براتون آوردم عزیز دلم میخوام به شما تقدیم کنم بفرمایید ببینید جدید دیگه اجازه بدین یه لحظه جغد میگن که شگون داره آره تو رو خدا من اینو براتون وای نازوره عزیز دوست داری آه بذار خودش بیا ببین نشین که این یه خونه ما بندازیم بنداز به 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 خانم گیتی خانم خانم گیتی خانم برای شما کادو بردم خانم گیتی خانم خانم گیتی خانم این بر خانم گیتی خانم به چپ باز چقدر بشنیه ای خیلی شما خوش شرایط نگه داریشان برم برم من پرپر جون همیشه از بچگی هم به گلگی ها علاقه داره هر روز باش هر که خودش خوش میشه سه شاخه میشن خودش پرپر میره چی پرپر میره؟ پرپر میره میدیدید من نخندیم به خدا اینا آره جل زده من باید بخوام برم این غذایی که قبل همه غذا میارن چی بهش مهم؟ پیش غذاها پیش غذاها میخوام برم پیش غذاها رو بیارم شما اگه خواستید یا میتونید یا پیر نباید دست در هادیه پیر من یه چند دفعه اشتراحت بکنم خدایا فکرم نکنه بعد دوباره پیر میشم دوباره پیر میشم وای هلاک شده ببینم شما حالا چطوره؟ چطوری خوبی؟ چقدر بانه بچه حالا چقدر شما فرق کردی؟ خیلی بامزه شدی برای باحالیش نه ای رولا عزیزه صفای دولش بفرمه سر میز قضا دست میگی دست در Thank you.
کجا این بچه ها؟ با ما ایم قایم شدیم. بابا یه حرکتی دادیم. بفرمایید. بیمیانی دیگه اجازه دادی. وای باورم نمیشه، باورم نمیشه. بچه ها به شما بگم خونه من از این خبرها نیست. چه کرده؟ من از این خبرها نیست. چه کرده؟ بچه ها من میگفتی من این کارها حالا نیست. تو که خیلی بازیزانه من قشنگ میشه بس بشه میگه بفرمایی دست نکنه بفرمایی کاش دیروز بود من این نظره میزدم اینجا امروز هم میتونیم زدم خیلی ممنون مرسی با زحمت کشیدی من برم بیارم براتون میخواید این کمک کنیم آبا کمکم همه چی این میز هنوز بخش بخش این پیشه پیشه بچه ولی اینم که به 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 دست شما درد نکنه مرسی مرسی نه به نظر من که دست نزنیم تا خودش بیاد لطف کردیم با اجازه ما خوردیم نوش جان باید بخوریم آخر گوش نمونه با اجازه که من بخشم بذارم اینجا بخشه خوشگلت اون خیارشو رو میدیم و آره بچه رو میگی نمیخوریم تا بیا من خیارشو رو میخوام پیشم باشه فقط چون من عاشق فلفل هم میدونی خیارشو رو مارکشو نمیتونم بگم برای از این قوطی یعنی چیزمونو من خیلی خوشمزه است. بچه ها نگاه اینو من گوشم اینجا دیزاین عوض کردم. قوطیه. قوطیش خیلی خوشمزه است. با خدا گیتی چون کمک نمیخوای عزیز دلم. نه عزیزم نه. تو رو خدا بیای. نه فدات شم. چیزی چیدمان. معروف هلکی نمیخوام چون نه بچه یعنی این پنیر و اینا رو همه خودشون درست کردن نه دیگه در حال اینکه ما جدن خب بس مگه نباید که همه چی دست بخت خدا آدم حالا دیگه این آم میشه استفاده کرد ما بدونم با قوانینو این پیش پیش یعنی ما الان اینو به حساب نیاریم نه اینو حال کرده گذاشته ما اشتباه همجوری بس خوشحال کرده باشه خب بس ولش کن من نمی‌نویسم جزوش ببین بیا ببین چقدر دستش دوره منو ببین خب ولی من میزنم خب چقدر دیگه دستامو درست کنم جا تو عوض کن نمیشه جاش اینجا بد باشه صابخونم سا نه طول کشید من یه نمره کم کنم نه طول کشید باشه میدونی سیفتر دعوتمون کنه سر میز به 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 وای مرسی قشنگم این چیه؟ سوپ قارچ البته و جو بیا بفرمایید بچه ها تو جو بخوری یا نه؟ آه بر تو جدا سنگار من جدا وای چرا دیگه؟ چرا من گوشتی نداره نه گوشت توش داره مرغ توش داره قارچ جویه مرغ بچه من آخه نمیخورم آه مرغ داره مرغ داره باشه خدایا خدایا یا خراسی عذیت میکنه بابا به 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 آره وای برای شما جدا بود سبزی اگه نداشت بیا من که همشون مطمئنن میخوام به ما مدین تست میکنیم مجبورم مجبور شدم اینو تکرار کنم عزیزم خیلی هم ممنون شما تافته جدا بافته بودی هیچ عقلم نرسید همه چیزای گیاهی رو شما درست کرده بودی آره زنده خیلی ممنون گیتی جون خیلی محبت کردی مرسی بابا خواهش میکنم ببخشید میشه دستمال رو من بدی؟ وای من یه جوری نشوندیم نمیذارم این غذا بخورم بگیر یادم دارم خیلی خوشمزه است مرسی گیتی جونی آش خاصیه یعنی این سوپ جو چیزه یعنی مال لوراست یا نه همجوری ساده است گیتی جون چرا تم پیری دادی به ما؟ چرا توضیح بدی؟ آره من که من فکر میکنم یکمی زنان مسن ما یکم به فراموشی سپرده شدن یعنی کلن تو جامعه کمتر بهشون توجه میشه برای همین فکر کردم که چرا تم ما یه همچین تمی نباشه
که راجبشون اگه دوست داریم حرف بزنیم. خیلی هم سالمندا محترم و با ارزشن. بله. کوهی از تجربه هستن و من خیلی از بزرگترا یاد میگیرم همیشه و خیلی معاشرینی دارم که سن و سالشون بالاست. چه تو تئاتر، چه تو سینما. همیشه همینطوره. آره. از آدمای با تجربه چیز یاد میگیریم. بله. قدرشون رو واقعا بدونه. ما یه جورایی شاید مشغله های روزمره باعث میشه فراموش کنیم. مثلا میگیم که اونا طرز فکرشون قدیمیه. خیلی وقتا این اتفاق میفته که شاید من نه، من خودم خیلی دوست دارم بشینم پای صحبته. آدم هایی که ازم خیلی بزرگترن، ولی تو 20 سالگی این پختگی الان چون نداشتم این کارو نمی‌کردم. آره فرار می‌کردم. اصلا ببین خب من که فکر می‌کنم آدم باید آپدیت باشه و به روز باشه، ولی خوبیا و اون چیز تجارب خوب از پیش قسمتامو باید به یادگار همینجوری حفظ بکنیم. بعد واقعا بزرگترا خیلی چیزا رو درست میگفتن، خیلی و درست میگن. بله همچنان چقدر ضرب المثلشون درست بوده، چقدر من مامانم مثلا میشه در خاطراتش برای من تعریف میکنه و اینها، من میگم چه دنیایی بشه و چقدر دنیای اونا هم سالم بوده اون موقع ها. این چه میگه قدیما، ولی من خوشم اومد از تنها دوست داشتم. آره من خیلی خوشم اومد. البته من فکرم در نه میدونی بچه ها چیش جالب بود، فکر تو داده بودی جلو پایه نمیدونستم چجوری بیر بشم. این با مزده کنش که تم تو دیشب اون بچه سال بود و تم گیتی جون الان یه کنتراست خیلی قشنگی داشت. میدونی این باعث شدش که ما هم راجبه اون دنیای کودکی صحبت بکنیم، هم بخوایم راجبه هر دوتاش قشنگ خیلی قشنگ. من که به نظر من پیری واقعا زیباست، من نمیدونم چرا بعضی ازش فرار میکنن. چرا پیری مخصوصا توی دنیای آخه من درونم جوان بود، مخصوصا توی دنیای الان. البته من بهت بگم آه شاری خودت میدونی به سن نیست، ما الان داریم بچه های 19-20 ساله که واقعا احساس پیری میکنن، ولی آدم هایی هم داریم که سنهای بالا دارن ولی به شدت پر انرژی هستن، به شدت آدم های اکتیو و فعالی هستن. خود پدر من جوانا. مامان جوانایی که به قول شما احساس پیری و افسردگی میکنن انگیزه ندارن به نظر من. آره. انگیزه ندارن دقیقا. به شرایط اقتصادی نمیتونن ازدواج کنن، نه سر کار میتونن برن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، نمیتونن حتی درست دور هم جمع بشن، خیلی ها نمیتونن درس بخونن اصلا دیگه اون قضیه نمیست. بله انگار همه چی دست به دست. بعد وقتی که تو سنت میره بالاتر به خود میگه حیف، حیف چرا زمانی که 20 سالم بود چرا مثلا به خیلی چیزا گوش نکردم، چرا از بزرگترام یاد نگرفتم خیلی چیزا. میدونی میگن دانشگاه مدرن نخوردی نون و گندم دیدی دست مردم. بچه خیلی مثال قشنگه به نظر من، یعنی ما میتونیم واقعا، من میگم آدم انقدر تو زندگی نمیتونه عمر کنه که هر لحظه رو بخواد تجربه کنه، ولی میتونه از تجربیات بقیه خیلی استفاده کنه. بسیار خوشمزه بود اینجا جان. واقعا متشکرم. بله مرسی. متشکرم. خیلی ممنون. من کیک خریدم توی یخچال، دادم به دخترش خود اونجا میخوام یه تولد حسابی براش راه بندازم. تو که نمیدونستی شمشی عزیز دلم من عزیزم شهریوریا رو نشناختی. تمام همه جا آدم داره ته قضیه اینا، همه جا من دارم پرسیدم اینا همه جا یه نفر گماشته داره. بچه قضیه اصلی چیه؟ قضیه اصلی جان قضیه اصلی تو چیه شما؟ با قالی پلو و با موز با قالی پلو با چیه گیتی جان؟ گوشت با گوشت و مرغ با مایچه و مرغ. آها دو تا سلیقه لحاظ می یعنی رفته واسه ده امتیاز. من که گیاهخوارم ببخش، هر کی مرغ دوست داره مرغ بخوره. منم امشب گفتم گیاهخوار چون گوشت و مرغ با هم بچه یه حرفی من میگم بگی ما تحت تاثیر دیشب تصمیم گرفتیم دیگه زاریم تو فاز ما فقط برنج می‌خوری با ماست، ماست هم هست که آخه ببین این زرنگی ما بگیم ما تحت تاثیر بیا یه گورانی نه ماست بیا نه نه هم داره اینها این ماست نه برنج ما میگیم اینو بهش نه ولی این تو هم مرغ می‌ذاری هم گوش می‌ذاری که حتما امتیاز بگیری نه هم مرغ هم گوش فقط گوش گذاشته نه میگه مرغ نه نه گفت گوش نه گوش ما مرغ خب شما اونجوری گوش خیلی ارادت مرغ و گوش امتیاز کم میشه مرغ و گوش میگم رفت واسه نه یه دونه آقا یا مرغ یا گوشت.
ولی من میگم اومد بگیم ما مثل شوتر هست تو رو قرآن ولی بعدش آره. بشه بگیم بگیم تا صبح فکر میکرد فریبا بگیم ما شما میگم اصلا نخوابیدم شب تو آره اصلا میگم خواب دیدم اصلا خواب به من صبح بگیم یا خواب شب چند میگم برای من پیام بستودی من 34 پیام بستودیدم بگو که من پیام تو اسکوز آره نه من اصلا میگم شب خواب دیدم یه شب خیلی خواب دیدم ممنون به خاطر این همه تأثیری که رو من گذاشتی اگه تأثیری که تو رو من یه شبه گذاشتی پدر مادرم رو من داشتم من الان دکتر مهندس بودم خیلی هم خوبه خیلی هم شغل خوبیه درست میگیم خب الان مانم گیاخار شده خب نمیشه گیاخاری من تو مهندس هم میتونیم بخوری نه اونا رو نباید بخوری بذار سر جاش بیا از این میتونی بخوری من از این گیاخارم که ازر ژامبون دوست داره گیتی جون هم گوشت هم مرغ آره الان میام توضیح میدم برای نمیشه گیتی جون خیلی داره فاصله میافته این برون برای آره به نظر من خیلی خسته شدی نه گوش نمام گیتی جون میخوای بریم میخوای همون کیکو که توی چیزا بیارم جا بخوریم داری؟ کیکو بردم دیگه من کیک داریم میخوای کیک رو بیارم اینجا باز کنیم بخوریم دیگه برش تولد چیز کنیم اونا داره بخور یا خار شدیم اینا رو بخوریم الان میخوایم اینطور پلو ماس بزنیم وای من گوش میبینم نمیتونم نخورم حالا یه ذره بازیگر به حرفش بگیم نشه یه ماست خوری یه قاشق بیاریم من از این ماست خیاله بخورم فکر کنم گیتی جون داره پرسی میاره آره فکر کنم داره دیزاین میزنه اینکه اگه پرسی نبود کجا میخواست غذا رو بذاره روی اینا نه دیگه رو چوبه کنم من میگم من داره تشریف دست شما درد نکنه سلام وای خدا رو ببین چیکار کرده یه چه دیزاین قشنگی نخواست بچه ها من اعلام بکنم اینو فری با من اعلام کنم نه تو بگو من تو نمیتونم شوری جان الان قضیه شما رو میارم اصلا رفت قضیه شما رو چیه فرق داره جان فرق دیگه چرا بچه ها به خدا من نمره تو میدادم من از آخه من این همه دارم کسی اینجوری زندگی میکنم هر جو میرم اگه اینجوری باشه که همه بر من برمه الان این چجوریه بچه ها نمیدونم چی کار کرده شما که دوفو سنگینه نه واقعا چی نونه دورش نه تا دیگه نونه دیگه نونه لواشا لواش حیف که گوشخوار نیستی بند به خدا نمیدونی چه لذتی در خوردن گوشت شما قرار بودش گیاخوار بشی نه من اصلا شک نکن که همینطوریه بذار بیاد من همین برنج رو میخورم دیگه این وسط نه بخور من یه گوشتش از گوشت برم میذارم نه 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 خود خیلی دلم میخواد برنج خالی رو میدادی من میخوردم بچه این چیه ماست خامه ایه نه فکر کنم هورانی بادمجون باشه نمیدونم بخور یه خوب ببینیم چیه اون که شویده نه بابا نه نه آره خب من دور من نخوردم آها جلوی تو دور دارم چی واقعا ببین یه جور مثل پنیر خامه ای طور یه چیز خام اون قلمبه ها چیه توش من دوست ندارم قلمبه نداره گیتی جون بیاین دیگه قربونتون برم تو اعلام میکنی یا من بگو من بگم همین که ما نمیخوریم نه خیلی جدی باید بگیم بچو تو هم گوش بخور من اصلا نگاهش نمیکنم نگاهش میکنم حالا انقدر صورتش مظلومه من میگم تو بیا الکی بگو من امشب تصمیم گرفتم گوشت بخورم نه اون غذا رو که برات میاره نه اون غذا رو که برات میاره با من عوض کن واو واو دو معذرت میخوام چه غذای شما رو کم دیرتر بخوردم وای خدایا یا ابر چقدر قشنگی واقعیتش اینه که ما از دیشب تا حالا که خونه شهر گیاهخواری کردیم خب دیگه گیاهخوار شدی؟ اینجوریه؟ حتی تأثیر من چرا قرار گرفتن خدا شد نه من شما نیادی هم دو نفر رو نه برششتن ببخشی این حرفا بهت ناراحت میشی یعنی الان اگه ما نخواهیم تو الان به معلق جامعه رو نخواهیم نه بیشی تو رو کدا ولی واقعا ما از تصمیم گرفتیم از دیشب تالا نه جدا چرا نمیگی که نه ما دوربین رو دادی من دیشب خواب دیدم و توی خواب به این نتیجه رسیدم که حالا گناه میکردی مثلا نه اصلا مسئله گناهش نبود ولی اینجوری گوسفند و بره و اینا من میگفتم ما رو نخور تو ما رو نخور تو ما رو نخور و من میگفتم ما چه نمیخورم تو نمیخورم تو و خروسه میگفت مرغ بودم دیگه
واقعا صبح نسیم تکست دادم گفتم یه امشب یه بازی براتون تدارک دیدم که خیلی برای این روحیه تو و این چیز خیلی گوشتر من میبرم خیلی نزدیکه نخورد بخورد این چطوریه؟ این برای ماسته نه این این قالبش قالبش چطوریه درست کردی؟ قالبای کیکه قالبای کیک بعد نون رو تو دیوارش میچینی؟ دیوارش میچینی پلو چیزا میریزیم توش من گفتم ایشون تعلیم میده تو یوتیوب میذاره بچه مشکل اصلا حرف من حالی شده من کردیم که اومدم دفتر صحبت کردم بعد اینو میگفتم من گفتم چهار تا خانم بازیگر اصلا بین اثر سن شب میاد خیلی منو بودم این که تو یوتیوب مثلا نورمال گفت بچه من سالاد رژیم گوشتمون رو بگیریم منم بزنیم از باب برنامه خودمون چون اصلا این داره با من حرف میزنه بنده خدا این لذتشو ببرید عزیزم این چونه مورا آبه چقدر خوبه این آبه میشه برش نداری همین حالا که میخوام بخورم اصلا اینه با من حرف میزدن خیلی عالیه شور میدونم اینا همه دوستاتم اینا برنامه ریختن تو رو ازیاد کنن من هم نه من هنوز سر تاثیر غذای شورا میگم خیلی عالی شور جون شور دست در بال من هنوز دارم از شور تشکر میکنم بچا بیاین اصلا نمیدونم خدای شکرت که من خیلی افتخار نیستم خدای شکرت چی توش آب پیازه بخور یا پیاز زعفرون نه پیاز زعفرونه شوره تو واقعا هیچ وقت یعنی تا الان نشده حتی یه کوچولو دلت بخیزه بزنی نه خدا که پنهون نیست از شما چه برام من در خلوت خودم قلوب 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 گوش میخوره قلوب 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 فهمیدیم درست نه بی شوخی گوشت قلوب قلوب آخه ولی من شنیدم یه بار یه نفر گفتش که شهره گوش خورده یه بار ولی من دارم سوال از تو میگم آیا تو خود از گوش حالت بد میشه یعنی که یعنی هیچ وقت دلت نخواست یه بار تست کنیش و متشکرم دارم من نه نگاه میکنم به گوش نه دست میزنم بهش نه یه چیزیه ولی اصراری هم ندارم کسی باور بکنه میدونی یعنی آدم ها مختارم میتونن باور بکنن اتفاقا اینو میخواستم بچه بهتون بگم که من یه پروژه دارم از آدم های پیر یعنی چرا به من داره نگاه میکنم؟ نه نه برای که داشتم تو رو تصور میکنم که توی اون عکسم خیلی قشنگ میشه نه جدا بچه من یه پروژه دارم از آدم های پیر یعنی هر شهری که رفتم از پیر مرد ها و پیر زن ها عکس گرفتم و خیلی خوشگل هنر بعدی اجازه بدین که براتون توضیح بدم من بسیار آشپز خوبی هستم شما فردا خواهید دید به افتخار من بچه خودم واقعا خودم نه پس کمک داریم نه خود داریم میپرسم که خود میخواهدیم آخه اینها دیشب یادتونه به من گفت نه شغل جون اصلا شک نکن من عاشق آشپزی شوخی هایی که با من میکردیم من هم دارم به شما میکنم و یک هنر دیگه هم که دارم اینی که چیزم سنتو مخفی میکنی نه سرا مخفی نکنم هم من بگم بگو دیگه داری من بخوام کم کم برم ولی من یه پرانتز باز کنم اگه چهار روزی که من نمایشگاه گذاشتم از چه بار مختلف دروغ نگو من اول گفتم تو برنامه گفتم ببین نه خواهش شما واسه دیگه نمایشگاه من بابا صبر کنید بفرمایید اصلا پیره من پیره زن نیست چیه؟ کلن کودک فرق نمی کنه چهره نه کودک چهره میدونی چی میدونی ولی فقط هم شهران نه یعنی هر جایی خارج از چیزم رفتم ایرانم رفتم من عکاسی کردم منظور شما خارج از کشور زیاد رفتیم آه شما برمیدیم شما خیلی داریم شما با دلار گیتی جو بعد من یه چیزی شما بگم بابا رفتیم نه اجازه بدید رفتیم خرید کردیم اومدیم مسائل بچه‌ها چی دادن امروز یه نفر یه عکسی گذاشته بود با شما بگم بگو شما دم رستوران بودین بله عکست اومده بیرون عکس لو رفته یه فاطمه گودرزی در کنار رستوران تاریخم در رستوران فارسی شام ایرانی عددادم دکتر انقدر نه نه دیگه اونجا فیلماش هست بعدا پشت صحنه آخه پس اون یارو عکس چی بوده مونتاژ بیاد من فتوشاپ من فاطمه گودرزی یواشکی همین الان شما اونجا داشتی وارد رستوران میشدی دقیقاً نیمرو با قابلمه خالی رفتیم پر اومدیم همه دیدن بازی کنی بازی گیتی جو سورپرایز چیه
اگه نمیخوری نه جمع کنم تا آره دست تو بریم بریم سریع بریم مرسا همه بریم دو تا سورپرایز دارم دو تا داریم آره یکیش دسرمه بحبه دی 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 آبا جان دست درد نخست درد نخست درد آبا چیم همه میدونن آبا شیرینی پذیری بابا آیا من ناز من پختم یا آبا پخت الله فیلمش میاد بیرون دیگه فیلمش میاد بیرون میبینیم فیلمش میاد میبینیم فیلم دو رفته دومی شگیتی جون دومی یه بازی میخوام اول دسر رو بیارم بخوریم یا نه اول بازی کنیم اول بازی بچه بازی 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 بچه ها ولی من بگو بینش از بگم بپرسم من میدونم شما که این همه هفته و هشتا شغل داری یا دکتری مهندسی فلانی مازیگری فلانی کارگردانی فیلم گفته بلند فلان میخوای امضای قبل فوتت چی باشه؟ بچه ها من واقعا نه یه چیزی نه نه اجازه دارم من یه امضای قبل فوت دارم ولی میخوام یه امضای قبل فوت رو بگو چیز کنم بعد از بازی گیتی بگم نه جدا گیتی جون بیا تو حالا بعد از بازی میگم من یادمون باشه من بعد از اصلا شرط بگم فقط بگیم برنده و بازنده جایزه چیه آها سیبیل بچه ها بچه ها یه همچه چیزی یه همچه چیزی نه خود نه یه همچه چیزی شوخی میکنم نه ببین بچه بودم انقدر سیبیل آتشی برام من خیلی بس حرف شنوی هستم چیه؟ هر کس بخت هر کس بخت خودش باشه برو خونه نه خب هر کی برد چی؟ بره خونه شون اون فلفلایی که آوردم واسه غذا من که میخوام هر کس من که چند تا چند تا تو چی چند تا ببینا خب من 400 ازت میگیرم اگه باختی من میخورم آره حساب کن من پولشو میگیرم پیاز پیاز میارم که برای سرما خوردگی و گلو تمام جواره میتونی بعد روحیتو نباشد ببری از گیتو چند تا باید بخوری از اون یه دونه پیاز نه نه از اون 100 گرم فلفل سه تا فلفل سه تا فلفل بازم میخوای با جون آدم بخور تو شما رو هر کس دستان جا نمیتونه من پولش رو میگم من پونسه فلفل پیاز میگیرم پیاز نه 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 آقا یا فلفل یا پیازی که از بخوریم بریم آقا من حاضرم خیلی بازی برنده چی داره؟ برنده کرده یه چیز سخت گفته همه چی کار میکنی؟ هیچ هم سخت نیست اصلا مال خودتونه مال خودمونه بازیگری بچه ها به شغل ما پایینش هم یه توضیح کوچولو داده شده از هر تیکه از فیلم ها یه مونولوگ که این مونولوگ ممکنه طنز باشه ممکنه درام باشه یا هر چیز دیگه شما اونو یا پایینش نوشته مال هر کسو نوشته یا مثل خودش اجرا میکنین قرعه کشی میکنین آخه دیدین فیلم ها رو همه رو یا مثل خودش اجرا میکنین یا اگر مثل خودش اجرا کردین اون زیر نوشته که شما باید اینو با خنده اجرا کنین وای بچه ها من عاشق این بازی هستم لیتس گو خب این بازیه خیلی مرتبه شورو برو اجازه بدید من چون چشم نمیبینه میخوام با عینک باشم دو تا برداشتی دو تا چرا برداشتی آها یکی که اجرا میشه خب نه نه یه لحظه صرف آخه چجوری باید ببازه بازنده یعنی چنین بد بازی کنه یعنی رای میدین که اصلا خوب بازی نکنه آها آها کی خوبه خیلی خوب چهار ریز نمیشه بلند بخون بلند بخونم بلند نه بلند بلند بازی خود بخون بلند بخون بعد بازی کاری به حکم نداری حکم و کاغذ مال محکومه مرسی فیلمه برمیه نه یادم یه لحظه آن آخر چم هرچی باشه با محکومه هم احساس شاید آقای رارنده آقای رارنده یالا بزن تو دهنده برو به سمت تهرون میخوام برم تلویزیون من میشم همکار مجری همدم و همراه مجری میگم و میخندم و شاد و سرخوشم میخندیم و شادیم و سرخوش واسه بچه ها داریم برنامه خوش برو بزن به تهرون برو به تلویزیون هرشی نوشه نسیم جان با لحن کلاه قرمزی آفرین آره دیگه درست بله درست داره بود داره تمرین میکنه بچه نزاری تمرین راننده با جان برم به دنده خیلی شما رو به تهرون بریم به تلویزیون ببین حاج آقا وقتی یه مرد همه چیزشو میذاره تو خونه نمیذاره آب تو دل زنش تکون بخوره واسه چی زن از خونه میره بیرون
من که چیزی کم نذاشتم. شما ازش بپرسید من چیزی کم گذاشتم. آج آقا من دوست ندارم زهرم بدون اجازه من از خونه بری بیرون. این سیب زمینیه دیگه. میگه فکر نکنین که خداوند شما رو فراموش کرده. شاید درهای زندون به روی شما بسته باشه، اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما بازه. اینقدر به فکر راه های در رو این مال من مارمولکه دیگه، دیالوگ آقای پرویز پرسوی یادم دیدم، ولی بچه خیلی مارمولک یه مارمولک، یه اعتراض، یه کلا قرمز، یه قرمز میگم سورپرایزه حتما هم خودت درست کردی. بای 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 ببین معلومه بقیه کارا من باور ردشم. این کار آواز اصلا خب این خیلی دقت نیاز داره که ببینه چی کار کردی. اونو میخواین از یه چیز بردارین که قشنگ دیده بشه این کیک زیباتون بریده شود، کات شود، بلکه خورده شود. میدم به خانی جان، میدم 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 بی نبات بازی بده بغلی بغلی خیلی چیه بگیرم یه نبات باشه. بچه ها راجع به سوال تا گیتی جون داره این در حقیقت این دسر واقعا زیباشو برای ما قچ میکنه. من میخوام اون سوال شما رو جواب بدم که گفتین که پام لبه گوره دیگه آخرش آرزون چیه. آها بگو بگو امضا چیه راجبه اینکه دیگه میدونین من آخرین خواستم، یعنی دارم هم تلاشم میکنم برای اینکه عطر خودم رو بزنم. من هر روز عطر خودم رو میزنم. نه میرم بیرم عطر برند خودم. آه مثل دوستمون نون. به هر حال گیتی جون یه دختر بسیار هنرمند داره که هم کار بازیگری میکنه هم بسیار هنرمنده و واقعا دستپخت فوق‌العاده داره. آوا به افتخار آوا، به افتخار آوا انشالله عروسیش. البته نه اینکه بگم این دستپخت آوا، نه 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 احساس همین که این بو آوا میده، نه اینکه بگم این دستپخت آوا باشه. خب دختری هم شما دارین که دستپختش واقعا اون که معروفه. خواستیم بگیم مادر رو ببین، دختر رو بگیم. باشه من یه کار کوچیک اون بردارم میرم و برمیگردم. نه نه خواهش من دسر واقعا خوشمزه. چه میری برمیگردی بگی بشه همه فهمیدن تو شما بدون اجازه چیز... من کجا میرم حالا نداری. خانم دکتر یه لحظه میخواستم برم یه آمپول خریدم. عاشقش شدم جدی. من که میشه ببرم خونم. نه خیلی تولدت مبارک. چه اجازه ایش کیک منو آوردن؟ کیک منه. شما به چه اجازه کیک منو آوردن؟ یا میچن من دست دست چاقو میمونه. امشب به من قربون شما با جشنی که واسه من گرفتیم واقعا ممنون شب گرمی ان‌شاءالله صد و رد من همین جوری ان‌شاءالله ان‌شاءالله صد و رد تو باشم ان‌شاءالله صد و رد شب خونه ناس خانم دکتر نسیم خانم دکتر فقط کادو براش عطر نبرین.
خودش داره. خودش داره. داره. چون من عطر خودم دارم. نمره به خودم دادن خب سخت دادن، هر نمره بدم اگه یکم بالا باشه میگن اوه چه از خود متشکره، اگه پایین بدم که خب خیلی زحمت کشیدم واقعا دلم نمیخواد پایین بدم. بگردیم توی نمره ها ببینیم چند بدیم. و ممنونم به خاطر همه چی، مخصوصا که برای من غذای ویژه هم درست کرده بود، یعنی معلوم بودش که زحمت دو چندانه. و خیلی دوست دارم که مثلا بخش بخشش کنم، بگم که به عنوان خوشامدگویی، به عنوان تم، به عنوان استارتر، دسر، غذای اصلی و همه اینها، ولی دوست دارم یک نمره کلی بدم و امیدوارم که راضی باشی. پیش غذا رو راستش رو بخواین یه ذره چون وسط تابستون هستیم، من سلیقه شخصی منه با پیش غذای به این شدت گرم مخالفم که سوپ بدیم، و جدا از اونم من باز هم ذائقه منه که من سوپو با مرغ مثلا دوست ندارم، دوستم سوپم سبزیجات باشه. یه امتیاز از پیش غذا کم میکنم، اون هم به خاطر سلیقه من، ربطی به دستپخت گیتی جون اصلا نداره. صفر رو بدم برای اینکه چون ایشون خیلی طرفدار دارن و من میدونم که اگر من این نمره رو بدم همه با من لج میشن و شروع میکنم. نه ولی حالا خارج از شوخی، بسیار بسیار خانم گودرزی عزیزم زحمت کشیده بودن امشب، واقعا دستشون درد نکنه، از صبح در حال خرید کردن و همه این چیزا بودن. اون میز اولیه که چیده بودن بسیار زیبا بود، خیلی من دوست داشتم، واقعا سلیقه توش به کار رفته بود. در مورد سوپشون خب من سلیقه من نمیخوام اصلا در مورد سلیقه خودم صحبت کنم، ولی من خودم شخصا به چیدمان غذا اهمیت میدم و به نظرم سوپ یکم شاید که برای فصل تابستون مناسب نباشه. شاید دو امتیاز غذا رو میدم، یکی بشموره، یه دونه اونجا شد، دو تا اینجا شد، سه تا. دسر به شدت خوشمزه بود، یعنی حالا آوا درست کرده، خودش درست کرده، از بیرون آوردن، هر چی که بود بی نهایت خوشمزه بود و خیلی خیلی خوشمزه بود. 5 تا، 2 تا بازی، 7 تا. و آوا اینجا چی کار میکنی؟ خانم گودرزی عزیزم، من دلم میخواد که نمره با توجه به همه این چیزایی که گفتم، لطفاً از من به دل نگیرید خانم گودرزی عزیزم، میخوام به شما نمره شاید حقم 10 باشه، نمیدونم، از اون بر علامت میدن که همینه حقت همینه. نمیدونم، تلاشمو کردم واقعا، جدا زحمتمو کشیدم، چه برای دسر چه برای غذای اصلی یا پیش غذا. پیش غذا شاید کمی ساده بود به خاطر اینکه غذای اصلی کمی سنگین بود، وقت میگرفت، و همطور دسرم، یعنی بیشترین وقت رو واسه دسر گذاشتم. بنابراین اگر من خودم بخوام به خودم نمره بدم شاید به هیچی ندم، اما به دسرم که مجموع همه اینا رو در بر میگیره به نظرم 10. جمع‌بندی میکنم، داره حسرتون سر میره. آبا خیلی بد کاری کردی اینجا بودی، من امتیاز 9 میدم بهشون. میخوام اگه اجازه بدی و ایشالا که راضی باشی بهت نمره 8 رو بدم. 8 رو بدم، واقعا نمره 8 به نظر من برای شما قابل شما نداره، بیشتر از این باید واقعا باشه برای شما، ولی خب من بدون در نظر گرفتن دوستی یا هر چیز دیگه ای فکر میکنم که این نمره برای شما باشه. ولی گفته باشم من در مورد خانم سلطانی ممکنه که یه ترجیح نظری بکنم تا روز آخر. فعلا Thank you.
چرا اسم کادو که میاد من فراموش میکنم؟ باور کنید آخه خونه شوهرم من کادوشو گرفته بودم ولی یادم رفته بود ببرم. ولی این دفعه ببینید گرفتم کادوها رو. اینها یه ذرهشو نشونتون میدم، همش هم نشون نمیدم ولی بدونید که گرفتم اینها. سه تا کادو گرفتم. فردا میبینید با همین تر با همین چیز که مطمئن بشین که من کادو گرفتم. به خدا من سنی واقعا ندارم، نمیدونم چرا فراموشم میشه. نسبت به کادو حساسیت دارم، سرم شلوغه، ذهنم مشغوله، ولی کادوهاشون خیلی قشنگه. از این بهتر نمی‌بینم، از این بهتر نمی‌بینم.